سرخط خبرها، جبهه مقاومت ملی از دفع حملات طالبان در خوست و قاسان اندراب خبر داد. طالبان از کشتن و بازداشت عاملان راکت پراگنی بر ازبکستان و تاجیکستان خبر داد. گروه طالبان قیمت هر تن زغال سنگ را از 200 به 280 دلار افزایش داد. امارت طالبان از درون تجزیه شد. و پنجشیر، آخرین ازگاه مرگ به طالبان. مشروع خبرها، سخنگوی جبهه مقاومت ملی میگوید هجوم نظامی طالبان در خوست‌های بغلان با کشته شدن 3 نفر از نیروهای بدری این گروه دفع شده است. صبغت الاحمدی در رشته تویت تاکید کرده است که حمله طالبان در قاسان اندراب نیز شکست کرده و در حال حاضر درگیری‌های پراگنده در این مناطق جریان دارد. سخنگوی جبهه مقاومت همچنین میگوید 7 جنگجوی طالبان در دره آرزوی پنجشیر در یکمین نیروهای این جبهه کشته شدند. مقام های طالبان در مورد درگیری های اخیر اظهار نظر نکردند. در روزهای گذشته درگیری های سنگین در بخش های از دو ولسوالی اندراب و خوستوفرنگ ولایت بغلان جریان داشته است. روز پنجشنبه ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان به ولسوالی اندراب و قاری فسیودین لوی درستیز این گروه به ولسوالی خوست ولایت بغلان سفر کرده بود. طالبان از کشتن و بازداشت عاملان راکت پراگنی بر ازبکستان و تاجیکستان خبر داد. طالبان میگوید بر یک مرکز داعش در ولسوالی امام صاحب قندوز حمله کرده، 3 عضو این گروه را کشته و 5 تن دیگر را به شمول ادبای خارجی بازداشت کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که این افراد چند پیش از خاک افغانستان بر تاجیکستان و ازبکستان حملات راکتی انجام داده بودند. روز گذشته نیز منابع ملی به افغانستان انترنشنال گفتند در درگیری میان طالبان و داعش در ولسوالی امام صاحب قندوز 8 عضو داعش و 4 تن از افراد طالبان کشته شدند. گروه طالبان قیمت هر تن زغال سنگ را از 200 به 280 دلار افزایش داد. وزارت معادن طالبان از افزایش قیمت زغال سنگ خبر داد. عصمت الله برهان سخنگوی این وزارت میگوید که قیمت هر تن زغال سنگ به 280 دلار آمریکایی افزایش داده شده است. تلویزیون ملی افغانستان به نقل از آقای برهان گزارش داد که طالبان تا کنون با هیچ کشور قرارداد زغال سنگ امضا نکرده است. او اما به بخش انگلیسی صدای آمریکا گفته است که افغانستان روزانه حدود 10,000 تن زغال سنگ به پاکستان صادر میکند. سخنگوی وزارت معادن طالبان میگوید که زغال سنگ را به تاجران خصوصی افغان به پول افغانی میفروشد و آنها سپس آن را به پاکستان صادر میکنند. گروه طالبان که به دلیل نقض حقوق بشر با تحریم‌های غرب مواجه است برای تأمین مصارف خود چشم به منابع مدنی افغانستان دوخته است. این گروه چند پیش قیمت هر تن زغال سنگ را 90 دلار آمریکایی تعیین کرده بود، در حال قیمت جهانی هر تن زغال سنگ نزدیک به 350 دلار است. امارت طالبان از درون تجزیه شد. ایجاد تحریک طالبان تاجیکستانی TTT. منابع آگاه گزارش می‌دهند که فرد به نام مهدی ارسلان تحریک طالبان تاجیکستانی را پایه‌گذاری کرده است. منابع آگاه گزارش می‌دهند که فرد به نام مهدی ارسلان تحریک طالبان تاجیکستانی را پایه‌گذاری کرده است. بشیر احمد کواخ، خبرنگار و پژوهشگر مسائل افغانستان و پاکستان، روز شنبه 25 سرطان در صفحه تویتر خود نوشته است که مهدی ارسلان با الهام از طالبان افغانستان تحریک طالبان تاجیکستانی TTT را تشکیل داده است. او می افزاید که ارسلان شهروند تاجیک و از رهبران گروه تروریستی انصارالله است. وی در حال حاضر بیش از 250 جنگجو در اختیار دارد و گفته می شود که ارسلان به تازگی مسئولیت 5 ولسوالی نزدیک مرز تاجیکستان را به دوش گرفته است. کارشناسان مسائل امنیتی معتقدند که گروه های خارجی مانند شاخه خراسان داعش تلاش دادند تا از افغانستان به کشورهای آسیای میانه نفوذ کنند. در همین حال بنیاد جیمز تاون، یک نهاد آمریکایی که فعالیت گروه ها را بررسی می کند، نیز روز گذشته 24 سرطان نوشت که شاخه خراسان تلاش دارد تا از میان تاجیکان افغانستان و شهروندان تاجیکستان سربازگیری کند. جیمز تاون هشدار داده در سال 2022 شاخه خراسان تلاش های خود را به منظور استخدام جنگجو در مناطق تاجیک نشین در سراسر افغانستان و منطقه افزایش داده است. پنجشیر، آخرین ازگاه مرگ به طالبان. دفع عملات پیهم طالبان بر دره آرزوی پنجشیر و تلفات سنگین طالبان. 8 صبح کابل. منابع ملی در ولایت پنجشیر از دفع عملات پیهم طالبان بر موازی نیروهای جبهه مقاومت در ولسوالی شتل این ولایت خبر می‌دهند.
با گفته منابع از اواخر هفته گذشته تا روز شنبه 25 سرطان چندین حمله گسترده طالبان بر موازی نیروهای جبهه مقاومت ملی در دره آرزوی ولسوالی شتل دفع شده است. منابع می افزند که در زد حملات جبهه مقاومت ملی در این دره نزدیک به 30 جنگجوی طالب کشته و چندین تن دیگرشان زخمی شدند. منابع تصریح می کنند که در حال حاضر درگیری ها در این دره به گونه پراگنده و وقفه ای جریان دارد. جبهه مقاومت ملی و طالبان تاکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که در اواخر هفته گذشته حملات گسترده طالبان بر موازی نیروهای جبهه مقاومت در ولسوالی خنج ولایت پنجشیر از سوی این جبهه دفع شده بود. تحلیل یادداشت روزنامه 8 صبح کابل. از انکار تا جنگ جبهه‌ای با داعش، آیا افغانستان صحنه نبرد تروریست‌ها خواهد شد؟ طالبان پس از فروپاشی نظم جمهوریت حضور داعش در افغانستان را تبلیغات رسانه‌ای خواندند. سخنگویان این رژیم پیوسته حضور داعش در کشور را انکار کردند. سیاست انکار طالبان در حال انجام می‌شد که با تسلط این گروه بر افغانستان هزاران داعشی به شمول رهبران سوتای مختلف آن از زندان‌های کشور آزاد شده بودند. طالبان تاکنون حضور داعش در کشور را تبلیغات رسانه‌ای می‌خوانند، در حالی است که از زمان به قدرت رسیدن این گروه داعش شاخه خراسان مسئولیت بیش از 50 حمله از جمله یک بمب‌گذاری انتحاری در میدان هوایی کابل، حمله بر نمازگزاران شیعه در کندز، قندهار و بلخ و حمله بر دانش آموزان شیعه در غرب کابل را بر عهده گرفته است. با این حال جنگجویان داعش در این مدت عملا وارد جنگ جبهه نشده بودند و سر به حملات انتحاری آن هم عمدتا علیه غیر نظامیان شیعه ادامه میدادند. در تازه ترین مورد جنگجویان طالبان و داعشیان در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز وارد جنگ جبهه‌ای شدند که در نتیجه چندین جنگجو از دو گروه کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش رسانه ها در میان کشته شدگان افراد خارجی نیز بودند که تاکنون هویتشان مشخص نشده است. پیش از این سازمان ملل متحد در گزارش گفته بود که حدود 10,000 جنگجوی خارجی در افغانستان حضور دارد. از سوی دیگر جنگجویان خارجی مربوط به آسیای میانه که در صفوف طالبان می جنگند نگرانی جدی خود را نسبت به همکاری طالبان با کشورهای آسیای میانه ابراز کردند. آنان به این عقیده‌اند که هرگاه کشورهای آسیای میانه طالبان را به رسمیت بشناسند ممکن این گروه برای تحکیم حاکمیت خیش به اعضای خارجی خود پشت کند و یا هم همسنگران خود به عنوان یک معامله اقتصادی سیاسی با چین، روسیه و ازبکستان کار بگیرد. این امر بر نگرانی گروه های تروریستی آسیای میانه افزوده است. به همین دلیل آنان در تلاش میدان گشودن به سمت آسیای میانه هستند. حضور گسترده خلافت خواهان تحریری و تبلیغات آنان در شمال کشور برای احیای خلافت اسلامی نیز می تواند برای داعش یک جبهه گرم و نرم فرهنگی تلقی شود. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهایمان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب روزتان خوش.